از کجا آغاز کنم؟ از زمینه انقلاب گمان میکنم، سالهای بیواسطه پیش از انقلاب. گفتن داره که من از هواداران سازمان چریکهای فضایی بودم و در ستایش اون جنبش هم شعرهایی میسرودم و برخی از این شعرها بعدها در کتاب هایی که در تحلیل زمینه های انقلابی نوشته شد اومده و بیاد دارم که یکی از این کتاب ها کتابی به نام Prophets of Doom، پیامبران نابودی. در اونجا فروغ فرخزاد و من رو به ویژه از پیشگویان انقلاب ایران معرفی کردند و به ویژه روی دو تا از شعرهای من انگشت گذاشتند. یکی که شعری است به نام در امتداد زرد خیابان که توصیفی است از میلیتاریسم آریا مهری و دیگری شعری است به نام شمال نیز که تضاد شمال و جنوب شهر رو عرضه میکنه و اینکه این تضاد سرانجام به فرو ریختن این ساختار و بافتار اجتماعی خواهد انجامید. و دقیقا 10 سال بعد از سروده شدن این شعرها پیش اومد نظام شاهنشاهی در ایران فرو ریخت. و اما هنگامی که زنده یاد، حتی جاودان یاد اکنون باید بگم، شاپور بختیار روی کار اومد، ما باید میدونستیم که بهتر آن است که دست برداریم از کار مبارزه به قصد جان با نظام آریا مهری و بپذیریم که اینک راه حلی داریم. طرحی که چپ به ویژه چپ سنتی که حزب توده باشه در اندیشه داشت و چپ نو، چپ جوان نیز به همین نتیجه رسید، این بود که خمینی راست میگوید، قصد حاکمیت ندارد و هدفش فقط برانداختن نظام شاهنشاهی است و خب به دینسان ما میتونیم از او چون یک بولدوزر برداری کنیم، کار شاه تموم میشه و ما بعد خواهیم تونست که یک جمهوری دموکراتیک، یک جمهوری برخوردار از حقوق بشر و آزادی و دادگری برای همه مردمان ایران پدید بیاریم، بنیاد بذاریم. باری روزهای بعد از 20 بهمن، خب ما نزدیک به 20 بهمن کانون نویسندگان هم به خیابان ها آمد با شعارهای خودش البته، اما جلوتر از ما یک وانتی می رفت که روی آن آخوندی ایستاده بود که بعدا دونستیم که هادی غفاری و توی بلنگو دستیش فریاد زد که شماها شعارهای انحرافی ندید، شعارها از این بلنگو گفته می شود و شما همین شعارها رو تکرار کنید. ما گوش ندادیم و شعارهای خودمون رو تکرار کردیم. کم کم آغاز کردن برخی به ناسزا گفتن به ما و اندک اندک دیدیم که زمینه داره آماده میشه برای حمله کردن به ما. و هیچ یادم نمیره که با یکی از دوستانم که اکنون در ایران است به اون گفتم که بیا بریم مسعود جان، این انگار انقلاب ما دیگه نیست، در دست ما میره. حتی با برخی از دوستان و یاران تصمیماتی نیز گرفتیم ولی با آنچه میدیدیم که داره بر سر دکتر بختیار میاد تونستیم که به قول نیما سیل از جاکنده مردم دیگه پیشگیری ناپذیر است.
و دیر است. باری پس از پیروزی یا شکست انقلاب در حقیقت باز کار کانون نویسندگان ادامه یافت و ما گمان کردیم که به هر حال میتونیم برای آزادی بیان اکنون بیشتر و راحت‌تر مبارزه کنیم و در حقیقت به آرمان خودمون، به یکی از آرمان‌های تاریخ خودمون که آزادی بیان باشه برسیم، یا که رسیده ایم. اما به زودی روشن شد که نه چنین نیست. لات‌های خیابانگرد به کتاب فروشی ها حمله کردند و چندین کتاب فروشی رو آتش زدند، به زنان بی‌حجاب حمله می کردند و در پیوند با یکی از حمله ها خود منم کتککی خوردم، بلکه اعتراض کردم که چه حق این بانو رو می زنید. در چند مورد اسید پاشیدن به چهره دختران و زنان و حمله کردن به برخی روزنامه ها از جمله آیندگان گمان میکنم، بله یادم است. و به هر حال ما هیئت دبیران کانون تصمیم گرفتیم که به دیدن خمینی بریم و بهش بگیم که این کارها داره انجام میگیره و اینا بر ضد امیدهای ماست، بر ضد چشم داشتایی است که ما داشتیم از انقلاب. برنامه‌ای نوشتیم و نعمت آذر دوست و برادرم هم که با احمد آقای خمینی آشنایی داشت بر ما یک وقتی از حضرت امام گرفت و ما 25 تنی از اعضای پیرتر کانون، هر کسی رو میخواید بگید، از اعضای بزرگتر کانون، بزرگتر از سنی البته، به دیدن امام رفتیم و من یادمه که پام باد کرده بود به علت دچار شدن من به نقرس و با سرپایی رفتم، ریشی بلند و گیسوان بلند، و رفتیم و نشستیم و باقر فرهام نازنین زانو زد در کنار امام و بیانیه ما رو خوند. خمینی زیر چشمی یک نگاهی به تمام ما کرد، 25 نفری که اونجا نشسته بودیم، و به روان هومنکم راست میگم اینو که نگاهش روی من یه مدتی خیره شد به دلیل ریختی که داشتم به من میکنم و من دیدم در نگاهش بسیار چیزا رو خوندم که این باری. و بعد شروع کرد به گفتن با اون لهجه